از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار. سلام به همه دوستان، وقت همگی به خیر. خب من مستقیم برم سر بحث امروزمون. ما چند جلسه قبل در خصوص دو جلسه قبل در خصوص سایت تریدینگ ویو با هم صحبت کرده بودیم. این سایت کلی امکانات داره و من میخوام که یک بار با شما این رو مرور کنم، چون سایت بسیار مهمیه. اگه خاطرتون باشه همینطوری جست گریخته که داشتیم با هم چک و تیک میکردیم، بدون تحلیل برخورد کردیم که توی اون تحلیله داشت در مورد آینده بیت کوین، حالا آینده نچندان دور بیت کوین صحبت میکرد، که من فکر میکنم که اگر این رو با هم یه بار دیگه مرور کنیم مناسب باشه. خب همه دوستان صفحه اسکرین منو دارن دیگه، درسته؟ بسیار هم عالی. اسم آدرس سایت تریدینگ ویو هست، شما هم میتونید همزمان با من وارد شید، ولی توصیه میکنم که ببینید یک بار مسیر رو، بعد میشه ازش استفاده کرد. این وبسایت یک وبسایت مرجع هست در خصوص قیمت انواع بازارهای مالی. شما از سمت چپ، من میخونم چپ تصویر، S&P 500 رو میبینید، 500 شرکت برتر امریکایی رو میبینید، عرض شود که یورو و یو اس دی رو میبینید، قیمت کرود آیل نفت خام رو دارید میبینید، نوسانتش رو، بی تی سی یو اس دی رو میبینید، قیمت طلا رو میبینید و کلی اطلاعات مربوط به حوزه بازارهای مالی. من همینطور که اسکرول کنم بیام پایین، شما میبینید که تحلیل انواع تحلیلگران رو اینجا شما میتونید مشاهده کنید. خب خیلی ساده شما میتونید توی این سایت رجیستر کنید و از سرویس های رایگانش استفاده کنید. یکی از سرویس های رایگانی که توی این سایت شما میتونید ازش بهره مند شید، بررسی و دریافت تحلیل آدم های مختلف تو حوزه مورد نظرت. یعنی چی؟ مثلا شما یه تحلیلی از یکی از این تحلیلگران میبینید به تاریخ مثلا یک هفته قبل که پیش بینی کرده به فرض بیت کوین میتونه حدود مثلا 35000 دلار نوسان کنه و این میتونه رشد هم داشته باشه. توضیحات کاملشون به زبان انگلیسی زیر نوشتن. شما میتونید وقتی که لاگین میکنید با رمز عبور و نام کاربریتون به راحتی آپدیت تحلیلش رو ببینید. یعنی اون اومده پیش بینی کرده روی نمودار که اینجوری بالا پایین خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته خب به هر حال تحلیلش درست در اومده دیگه. یه دکمه رو اون صفحه هستون، دکمه رو که بزنید برای شما آپدیت میکنه و نوسانات قیمت رو نمودار تحلیلی تحلیلگر مورد نظرتون آپدیت میکنه. شما میتونید پیش بینی روند رو بر اساس اون چیزی که پیش بینی کرده تحلیلگر مشاهده کنید. من الان میخوام با میدونید که این امکان این هم داره که بتونید شما خدمتون عرض شود که به راحتی با نام کاربری گوگلتونم وارد بشین و بتونید از خدمات این سایت استفاده کنید. من الان این کار رو انجام دادم، وارد این سایت شدم. یه وسط صفحه شما نگاه کنید، یه تریدینگ آیدیا داره، ایژوکیشن آیدیا داره، اسکریپت داره و پیپل داره که دنبال هر آدمی که میگردین میتونید مثلا اینجا هم سرچش بکنید. ما میخوایم در مورد ارز اول بگردیم. چیکار میکنم؟ من می‌نویسم نماد بیت کوین چیه؟ BTCه. من هر کدوم از این نمادها رو بزنم برای من اینجا میاره. شاید سوال پیش بیاد که ما نمادها رو از کجا میتونیم ببینیم؟ یک وبسایتی بود به نام کوین مارکت کپ که این رو ما قبلا با هم یه مرور کلی کردیم. از شما خواسته بودم که حتما این سایت رو خودتون هم بررسی بکنید، چون نکات زیادی داره. یه سری لینک ویدیو از یوتیوب خودم در اختیارتون قرار دادم که یه اطلاعات کلی رو میداد، ولی خب در نظر داشته باشین که این سایت ها هی مرتب خدماتشون رو دارن تغییر میدن، همیشه باید بهش مراجعه کرد و دید که چه سرویس جدید رو ارائه کرده. علی حال این وبسایت ما دفعه پیش هم بالا آوردیم، من منتظرم که صفحه باز بشه. من الان نماد BTC رو که بزنم، یه بار دیگه اینو من پاکش بکنم، سی رو که بزنم، یه لیست باکس این زیر باز میکنه برای من. توی این لیست باکس همونطور که میبینید از بالا بیت کوین فیوچرز، یکی از نکات مهم توی معامله گری ارزها
به صورت خاص رمز ارزها و حالا به صورت ویژه بیت کوین و اتریوم و سایر ارزهایی که تو اون تاپ 10 هستن، دیدن قیمت فیوچر این هاست، بازار آتی. ببینید بازار آتی به این صورته که تحلیلگران و معاملگران حرفه‌ای میان قیمت آتی این کوین یا آلت کوین ها رو پیش بینی میکنن و هر چقدر قیمت بازار آنی، یعنی همین بازاری که من و شما میریم تو مثلا تو نوبیتکس خرید میکنیم یا توی کوین بیس، توی بایننس یا هر اکسچنج دیگه‌ای داریم خرید انجام میدیم، فاصلش با قیمت فیوچر بیشتر باشه، این نشانه این هستش که تحلیلگرها امیدوار هستن قیمت بالا و بالاتر بره و عملا این نرخه هر چی فاصله بیشتری داشته باشه به نفع ما هست. یه سری ها میان معاملات آنیشون رو بر اساس قیمت آتی پیش بینی میکنن و انجام میدن. خب اولیش میشه پس همین مورد. من میخوام در مورد خود قیمت آنی نگاه کنم. اینجا رو میام پایین تا میرسم به بیت کوین کریپتو. حالا ببینید اینجا صرافی های مختلف رو گذاشته. نگاه کنید همینطور که من بیام پایین مثلا کوین بیس هست یا مثلا البته اینا دیگه یو اس چیز نیستن، مبناشون یو اس دی تی نیست، رو بایننس بیت پی. من میام اونجایی که بی تی سی یو اس دی هست رو، همون اولینی که برق میخورم و نماد بیت کوین رو داره، روی این کلیک میکنم تا وارد این صفحه بشم. خب زمانی که وارد صفحه بیت کوین میشم به من چند تا امکان میده. در اول از همه به من یه اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت در قالب یه نمودار و چارت میده که خب همینطوری که میبینید تا این صفحه واسه اینجا هم تولزای دیگه ای هست که از اینا میتونید توی این نمودارتون استفاده بکنید. یه مقدار اسکرول کنم بیام پایین، میاد در مورد پیش بینی های آدم های مختلف رو داره میگه و شما همونطور که میبینید مثلا این The Signalist که یکی از برترین ها هست گفته که مثلا جای نگرانی نیستش، یه بازه نوسانی رو اینجا پیش بینی کرده که میتونه قیمت بیت کوین اینجاها نوسان داشته باشه. اما دقت داشته باشین که همه اینها تحلیلگر همشون هم زیرش می‌نویسن که نظر شخصی منه و روش مثلا معامله نکنید و با ریسک خودتون باشه که بخاطر اینکه فردا کسی مدعی اینا نشه. توی موضوع BTC USD اگه یه تی تش بود BTC بر دلار تتر بود، یه تفاوت قیمتی جزئی این دوتا با هم دارن. میاد اینجا برای شما لیست میکنه بر اساس این توانمندی تحلیلگرهای مختلف و امتیازی که از جاهای مختلف گرفتن و از آدمهای مختلف. شما مثلا میرین میبینی به فرض این زیرش یه لایک میزنی برای این طرف دیگه، حالا من یکیشو باز میکنم که شما هم ببینی، وقتی که لایک میکنی عملا یه امتیازی دادی، میبینید اینجا، یا کامنت میذاری یا اینو شیرش میکنی یا اینکه بوکمارکش میکنی تا بعداً دوباره بهش مراجعه بکنی، اینا همه امتیاز و یه الگوریتمی داره اینجا برای تحلیل. در نتیجه هر کدوم از اینها سالیان سال دارن فعالیت میکنن، یه تعدادشون به عنوان مثلا آدمای خیلی برتر شناخته شدن. شما میتونید اینا رو حتی فالو هم بکنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات مورد نظرتون در حوزه ارز انتخابیتون اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. حالا من اسکرول میکنم میام پایین، میبینید اینجا هم همون علامت پلی هست که روی مثلا مدیا پلیر شما میزنید. من روی این حالا کلیک کردم تا این صفحه باز شه. این امکان به شما میده که تحلیل مربوط مثلا چند روز قبله، شما میتونید با این کار اینو آپدیتش کنید، قیمت رو بیارید جلو. میگی مثلا این خط و خطوط کشیده بالا پایین رفته، آیا بر اساس پیش بینیش مثلا چقدر محقق شده؟ شما میتونید تاثیر قیمت رو رو ادامه این مسئله ببینید. البته ایشون اینجا یه ویدیو هم تهیه کرده بابت اینکه داره توضیح میده، ولی من نمونه های مختلف دیگه ای رو دارم اینجا که این قیمت رو برای ما میتونه آپدیت بکنه. حالا من دارم دنبال یه دونه خوبش میگردم که مربوط به چند
روز قبل باشه که این تاثیر رو ما با هم ببینیم. مثلا فکر میکنم این 15 این داره یه روز قبله. ببینیم روی این امکان پذیر هست که اینو ببینیم.